مسئله زن اینه. متاسفانه در غرب آزادی مساوی شده با سکس. آزادی یعنی که برهنه کردن زنها برای مردها، این اسم شده آزادی. اگه این آزادیه، بله اسلام با این آزادی مخالفه، اما واقعا این آزادی به نفع زنه؟ این آزادی به نفع زنه یا توهین به زنه؟ زن رو میبرن پشت ویترین، پشت شیشه مینشونن با بدن برهنه یا نیمه برهنه که مردا رد شن نگاه کنن بپسندن بگه کدومش، حالا من اینو میخوام یا اون رو نمیخوام. این توهین به زنه. اسلام اجازه نمیده به زن توهین بشه. اسلام میگه زن کرامت داره، شخصیت داره، حرمت داره. اینه مسئله. مسئله حجاب علتش اینه. و نه اینکه شما فکر کنید مثلا به زور زنا رو چی کرد. یکی از دوستان ما در اروپا زندگی میکرد، میگفت تو مدرسه دخترای اروپایی به دختر من گفتن که تو چرا روسری سرت میکنی، به حساب سرتو میپوشونی، حتما کچلی، موات ریخته، یا حتما زشتی. نه، اون میگه زیبایی های من برای عرضه کردن در چی بازار نیست، که برای همه. نه، زیبایی های زن برای همسرشه و او رو باید به عنوان انسان تو جامعه باش برخورد کنن، نه به عنوان چی. یا شما ببینید تبلیغات، من از شما همتون دیدید، من سوال میکنم این توهین به زن نیست که این سرمایه‌دارا و کارخانه‌دارا جنساشونو که میخوان بفروشن تو تبلیغات، یه زنی باید بیاد اون کنار و اوریان بشه و شروع کنه کنار مثلا میخوان ماشین لباسشویی نمیدونم بفروشن، میخوان اتومبیل بفروشن، یه زنی باید بیاد اون کنار و با حالت اشوه و با یه حالتای خاص زنانه یا برقصه یا بخونه یا خودشو نشون بده. برای چی؟ اینا توهین به زن نیست؟ یعنی زن باید بیاد اونجا برای که سرمایه دار بتونه جنسشو، کالاشو بفروشه به مردم. اینا سوء استفاده از زنه. زنان مسلمان اجازه نمیدن ازشون سوء استفاده بشه و بهشون توهین بشه. دقت میکنید؟ اینا نکاتی از این مسئله. متشکرم.